چه خوشحالم که میتونیم با هم نگه باشیم تا تصویر شما بیاد. به به به، خدا رو شکر، کلام خدا میفهمد. این از روزی که خداوند ساخت، در آن شادی و وجد نمایید. میدونم که روزهایی که ما زندگی میکنیم روزهای شریره، ولی فراموش نکنیم که خداوند ما زنده است. او عمل میکنه، او کار میکنه، و آنچه که داره انجام میده شاید ما نمیبینیم، شاید مشاهده نمیکنیم، و دست خدا در کاره. شریر با قوت کار میکنه، ولی خداوند ما با قوت بیشتری کار میکنه. من ببینم این چطوری. اوکی، بسیار عالی. پس در خداوند شادی و وجد کنیم، در خداوند اعتماد کنیم به او و کارهای او. چند لحظه رو ستایش بکنیم، از این دنیای پر از تلاطم و سرصدا بیرون بیایم، به صحنه‌های او داخل بشیم. خداوند تو شکر میکنیم برای حضور زنده‌ات، حضور پرجلالت، حضور تسلی بخشد. چه قشنگه خداوند که مقدسین با هم جمع میشن، چه قشنگه که میتونیم در حضور بابا بیایم، حضور تسلی بخش توی خداوند که آرامی میبخشه. چقدر زیباست که تو رو داریم ای خداوند. در روزهای آخر که شیر عمل میکنه، تو شکر میکنیم تو بیشتر عمل میکنی خداوند. شاید ما کم میبینیم، کم میشنویم، ولی شهادت های اینو میگه ای خداوند که چگونه تو زنده هستی و تو قادر هستی. دعا میکنم خداوند این جلسه رو به دست خود بگیری. هر آنچه که میکنیم ای خداوند در قول و فعل به جهت جلال نام تو باشه ای خداوند، و ما رو کمک کن شنونده خوبی باشیم، ما رو کمک کن مطیع باشیم، ما رو کمک کن که به حضور تو آمده صدای تو رو برای زندگیمون بشنویم. در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. هللویا، هللویا. زهرا جان، خدا شکر. فرد، همه از زان خواهر دیگه هم دیدمشون. سیمین، خدا شکر. اگه بخوام همه اسما رو بگم جلسه دیگه نمیتونم ادامه بدم. هفته گذشته در چنین ساعتی من خدمتتون نبودم، ساعت خوبی نبود. البته من با پرستارا خیلی شوخی کردم با دکترا، و نمیدونستم که سکته کردم، و امروز هم سر حال هستم خدا رو شکر با قوت خدا. خیلی جلسه پری داریم، امیدوارم یه ساعته بتونیم تمامش کنیم. قبل از جلسه که خادمین عزیز دوست من تماس گرفتن، داشتیم دعا میکردیم، حضور خدا اونجا بود، هست، و میدونم که الان اینجا هست. سلام نوید جا، خواهر ایران، خدا رو شکر برای وجودتون. میریم با هم دیگه چند تا سرود میخونیم، پیام میدم خدمتتون، همون پیامی که هفته پیش قبل بدم، و دو تا کلیپ دارم که مربوط هست هم به ایران هم به پیامی که من دارم میگم. خدا رو شکر که خداوند عمل میکنه. یعنی دو نفر عزیز، یکیشون توبه میکرد، میگه خدا ببخشید برادر، من چند روز قبل دیدم که شما اتفاق براتون میفته، ببخشید بهتون نگفتم. مثلا مهم نیستش، چون همه چی در دستای خدا هستش. و این قشنگه، نه؟ تسلی پیدا میکنیم. خادمین ایماندارا چپ و راست میان ملاقات میکنن، پیام ها میدن، من دریافت میکنم اگر خدا صدای پیامی برای من داره، برای خدمت ایران، برای مسیح، برای خانواده ما، با خوشحالی میپذیرم و اینا رو یادداشت میکنم، سعی میکنم جمعشون کنم اگه بشه. ولی میدونم که به زودی ما همدیگر رو نزدیک میبینیم، به زودی اتفاق میفته، چون دست خدا در کاره. امسال سال این هستش که خدای شگفتی ها اعمال شگفت انگیز میکند. دیشب یکی از شبانه ها میگفتم پیش من، گفتم نمیدونستم که اولین شگفتی در من صورت میگیره، ولی پیغام رو از خداوند دریافت کردیم. جلال بر نام خداوند. با هم گرداییم همه ایمانداران، از دل سراییم نام خداوند را، زیرا خداوند ما لایقه هم دو پرستش است. سراییم سراییم و خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. شب باشیم و خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. سراییم سراییم و خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. شاد باشیم و خداوند است، سراییم عیسی خداوند است. هللویا، این سراییم، شادی کنید چون تو خداوند هستی. هللویا، بیا خواهیم دستها را سوی بالا، پرستیم با تمام دلی سارا، زیرا خداوند ما لایقه هم
خدا پرستش است. بیافرازیم دستا را سوی بالا، پرستیم با تمام دلی سارا، زیرا خدا بنده ما لایقه حمد و پرستش است. سراییم سراییم و خدا بنده است، سراییم عیسی خدا بنده است. شاد باشیم شاد باشیم و خدا بنده است، سراییم عیسی خدا بنده است. سراییم سراییم و خدا بنده است، سراییم عیسی خدا بنده است. شاد باشیم شاد باشیم و خدا بنده است، سراییم عیسی خدا بنده است. هللویا هللویا هللویا. اگر در سختی ها و تنگی باشیم، باز می سراییم عیسی خدا بنده است، زیرا خدا بنده ما لایقه حمد و پرستش است. اگر در سختی ها و تنگی باشیم، باز می سراییم عیسی خدا بنده است، زیرا خدا بنده ما لایقه حمد و پرستش است. سراییم سراییم و خدا بنده است، سراییم عیسی خدا بنده است. شاد باشیم شاد باشیم و خدا بنده است، سراییم عیسی خدا بنده است. سراییم سراییم و خدا بنده است، سراییم عیسی خدا بنده است. شاد باشیم شاد باشیم و خدا بنده است، سراییم عیسی خدا بنده است. هللویا، عیسی خداوند است. من مخصوصا این کارو میکنم که این بدن بدونه، دشمن بشنوه، فرشته ها ببینن که حتی اگر بدن درد میکنه میتونه بگی عیسی خداوند است. هللویا، در سختی ها و در تنگی ها. میدونید اگر آدم در اوضاع و شرایط خوب بگه عیسی خداوند است و شادی کنه، خب با عقل جور در میاد، ولی وقتی بدن درد میکنه، وقتی همه چی خوب نیست، من روز صبح دوباره پا شدم، این ور سرم این ور بدنم درد میکرد، گفتم جلسه رو برگزار میکنیم به نام قدوس مسیح، نه به قوت خودمون. نه، ما کی هستیم؟ به قوت عیسی مسیح، چون عیسی خداوند است، چون او از مردگان برخواسته، او لایقه که ما او را پرستش بکنیم. آمین. من میخوام که در خیابونه ایران راه میرید این سودو بخونید، ها بخونید. من دیدم که هفته گذشته فیلمی رسید، نمیگم شما این کارو بکنید، ولی دیدم که دو جوان توی خیابونای ایران دارن سرودها میخونن. واو واو، تصورشو بکنیم، ما اومدیم ایران، داریم میخوانیم در آزادی، در یگانگی، در اتحاد. این اتفاق به زودی میفته. سالها گفتیم، بازم میگیم به زودی میفته. خدا رو شکر خادمین ایرانی و غیر ایرانی این رو گفته. الان فیلم نگاه میکنیم، حوصله کنید، یک سرود دیگه بخونیم. الان میخوایم فقط پرستش کنیم، تمام جلال رو به عیسی بدیم. با تمام وجود بگیم بیشتر بیشتر عشق تو بریز در قلب ها بریز 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 بیشتر عشق را بریز در قلب ها بیشتر Oh,
هایی تو، تو خدایی. هللویا هللویا. بیشتر عشقت را به نیست در قلبم، بیشتر سوگل عزیز با این اجرای قشنگش. هللویا. اینو بخونیم، اعلام کنیم که تو مسیحای همیشه، نه فقط دو ساعت یه ساعت در جلسات کلیسایی، اعلام کنیم که تو مسیحای. به زودی ایران اعلام میکنه اون مسیحاست. ایران که تا به امروز مرده پرستی، بت پرستی و دنبال خدایان دروغین بوده، اعلام خواهد کرد که عیسی مسیحای موعود هستش. امسال سال چیه؟ خدای شگفتی ها کارهای اعمال شگفت انگیز خواهد کرد. هللویا. ما را خواهیم یک سرود دیگه بخوانیم و شایسته است. شاد بهرت اعلام کنیم. هللویا. شاد بهرت. چند لحظه در سرود دیدم که با یکی از برادرایی که تو جلسه هستید، اسمتون نمیگم، تشریف دید برادر جوانم،
با هم با ماشین داریم تو شهرهای مختلف ایران میریم. هللویا، شکر خداوند عمر بده، خداوند فیض بده اتفاق بیفته ببینیم، نه که بریم بگردیم، که من ایران دوست دارم بگردم، بلکه کارهای عجیب خدا رو ببینیم. میخوام چند لحظه او رو شکر کنیم. عادل به ایمان زیست میکنه، عادل به ایمان زیست میکنه، آنچه که خدا گفته اتفاق میفته، با ما بدون ما. هللویا، با ما و بدون ما اتفاق میفته، آنچه که او قبلا قول داده. خدا ایران رو فراموش نکرده. هر روز باید بگید، بری جلو آینه، تو خیابونا بری دست بزنید روی ساختمون ها، توی پارک ها اعلام کنید. اتفاقا همین الان این کارو بکنید. اگر در ایران هستید، اگر خارج از ایران هستید، من نمیدونم ایران کدوم طرف منه، دستتون دراز بکنید به سمت کشورمون، دستتون دراز کنید به سمت شهری که هستید. من به سمت شما دراز میکنم به نام قدوس عیسی مسیح. خداوند ایران رو حفظ کن. میدونم که شریر داره میتازه، شریر داره عمل میکنه، شریر میخواد نابود کنه، ولی تو شکر میکنیم که تو سر شریر را کوبیدی. مسیح جان، تو 2000 سال پیش گفتی شریر را دیدم که مثل برق از آسمان افتاد. ما اعلام میکنیم، چنان که برادری قبل از جلسه میگفت، گفت آنچه که در آسمان ایران هست و دانیال داره میبینه، دیدم که افتاد. هللویا، میفته. تمام قدرت شریر از هم پاشیده میشه. اعلام میکنیم شریر تو در زندگی ایرانی ها، در کشور ما، در زندگی ما هیچ جایی نداری. اعلام میکنیم تو دروغگو هستی. تمام افکار تو را، تمام نیت های تو را، تمام نقش های تو را برملا میکنیم، به جهنم میفرستیم و اعلام میکنیم که عیسی خداوند ما، پادشاه زندگی ما، پیروز هستش. اعلام میکنیم که او قدوس، اعلام میکنیم که او شفا دهنده است، اعلام میکنیم که او قدرت همه چیزو در دست خودش داره. تو شکر بکنه به خداوند به نام قدوس مسیح. نام تو جلال بیابه ای خداوند، نام تو بلند کرده بشه. من دعا میکنم برای شما که الان در جلسه هستی، نامیدی، بعضی از شما در گریه میکنید، من شما رو نمیبینم ولی روح القدس داره میبینه شما رو، گریه میکنید به دلایل مختلف، به دلایل مختلف. خدا هم میگه اشکای تو رو من پاک میکنم. خدا هم میفرماید که آنانی که با اشکا میکارن با شادی درو خواهند کرد. ما اعلام میکنیم به نام عیسی مسیح، خواهر و برادری که الان احتیاج به شفا داری، در نام قدوس عیسی مسیح شفای او را همین الان اعلام میکنم از پشت این دوربین ها. تو شکر بکنم خداوند، فرشتگان خودتو بفرست در کنار این عزیزان، الان تسلیشون بده. از اینکه میترسی، یک نفر هستی خیلی میترسی، میگه خوابم نمیبره شبا به خاطر که میخواد چه اتفاقی برای ایران بیفته. خداوند میگه من به تو آرامش خودم میدم. ترس در مسیح جای نداره. ای ترس، به تو نهیب میزنم، دست تو از زندگی این عزیز بردار، دست تو از زندگی ایرانیا بردار. و دعا میکنم آرامش تو در بام ایران باشه ای خداوند، مردم در آرامش بخوابن، در آرامش زندگی بکنن، چون حضور زیبای تو در ایران عزیز هست. ایمان داریم ای خداوند. دعا میکنیم برای عزیزانی که در این چند روزه و در ماه گذشته بهتریناشون و عزیزان خودشون رو از دست دادن. دعا میکنیم تسلی تو بیاد. تو فقط میتونی اونها تسلی بدی. اون عزیزی که در هواپیما سقوط کرده و از بین رفته، تو فقط میتونی بازماندگان اونها رو شفا بدی، آرامش بدی. دعا میکنم اون مرد رو، خانواده اون زوج رو که از کانادا رفته بودن به ایران برای ازدواج، که امروز منتظر بوده عروس و داماد برگرده ای خداوند، دعا میکنم آرامششون بدی، شادی بدی ای خداوند. اشکای ایران رو پاک کن، آرامش رو به ایران برگردان ای خداوند. در نام قدوس مسیح زنده، در نام پرجلال او، آمین آمین آمین. هللویا. یک کاری بکنید لطفا، قلب نفرستید. من دوست دارم قلب ها، من خیلی اهل قلب هستم، ولی که قلب میفرستید دیگران اذیت میشن. هی میگم خواهر نفرست، برادر نفرست، گوش کنید دیگه. الان میبینم که هیچ کس نمی کنه این کار. خدا رو شکر، هفته گذشته در این ساعت میخواستم راجع به خدای شگفتی ها، سار را شگفت انگیز میسازد صحبت بکنم. هللویا. اینو هشتگش کنید، بذارید که تا آخر سال بیاد. نبوت کنید ها، نبوت کنید. خواهش میکنم در این روزها و روزهای آینده که پیش رو داریم، هرگز چیزای منفی نگید، هرگز چیزای منفی نگید. به به به، چه خوبه، چه خوبه آدم پسر داره، دختر داره، چیزی که میخواد و براش تهیه میکنه. بچه های من
یه استند خریدم برای آیپد، روز پدر برام آیپد خریدن، خیلی هم بزرگه و بذار نشونتون بدم با پول خودشون. بعد به به و حالا استند خریدن، بسیار هم قشنگ این استند که میتونم شما رو ببینم تو. پس آره به 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 یه خود دیلی داره دیگه. بله بله، قبل از این که بذار یه مقدمه میگم و بعد یه ویدیو نشون میدم که برادری که اکثر شما میشناسیدش یا راجب شنیدید همین پیغام از خدا گرفته. من این پیغام پنجشنبه پیش گرفتم، یک شنبه بیمارستان بودم، اصلا نمی‌دونستم کسی دیگه این موعظه رو داره میکنه یا همچیزی وجود داره، ولی وقتی شما این پیام به دستت میرسه تسلی پیدا میکنی. نگاه کن روح القدس چگونه از همین طریق عمل میکنه که در ما داره عمل میکنه. دشمن فکر میکنه میتونه جلو کار خدا رو بگیره، اگه منم نباشم کار خدا جلو میره. من امیدوارم هستم، میبینم، ولی با این چیزا هیچ کس نمیتونه ما رو از محبت مسیح جدا بسازه. چیزی رو که خدا میخواد اتفاق میفته. نه، کتاب مقدس به ما مسیح اعلام میکنه که خدا خدای شگفت‌انگیزی هستش. ما میبینیم که بر انبیا و قوم اسرائیل ثابت شده بود که خدای آنها خدای شگفت‌انگیزی است. از موسی گرفته، حتی ابراهیم از موسی گرفته و من برم عقبتر، از نوح، از نوح، از ابراهیم، از موسی، از حتی یونس، داوود. در مزامیر به خود چگونه آن را اعلام میکنن که خدا شگفت‌انگیز است. اون آیه رو خیلی دوست دارم که داوود میگه وح چه خدای شگفت‌انگیزی هستش. نه، به مردم ثابت شد، به قوم اسرائیل ثابت شد. وقتی فرعون و لشکرش، شاید فیلم موسی رو دیدید، خروج رو دیدید، که با لشکرش داره در رقب قوم اسرائیل میاد، اونا دیدن که چگونه خدا فرعون و لشکرش رو در آب بلعید و دیگه اونا زنده نشدن و اونا نجات پیدا کردن. در بیابان چگونه شب خداوند با آتش اونا رهبری میکرد، در روز با ابر پیشا پیش اونا رو رهبری میکرد. قوم اسرائیل و انبیا رو دیدن، اونا متوجه بودن و دیدن که خدا، خدای ما یهوه، با سایر خدایان متفاوته. روز گذشته در برنامه‌ای که داشتی فوق‌العاده گفتم که شیطان میاد میدزده، هلاک میکنه، از بین میبره. متاسفانه وقتی این آقا کشته شد، متاسفم براش، من از مردن حتی یک مرد شهید خوشنود نمیشم چون کلام خدای نمیگه، و میبینیم در خاک سپاریش حداقل 60 نفر فوت کردن. این کار شهیره، میخواد ببلعه بسیار رو، بکشه بسیار رو، از بین میبره. از کجا میفهمیم که این مذهب از خدا نیست؟ چون خدای این مذهب خدای دروغگوی هستش، خدای برتر نیستش. ولی خدای ما خدای برتری است. اینو ما باید روزانه بگیم، بگیم. من دیدم بعضی از مسیحی‌ها تازه ایمان آوردن هنوز به شوخی یا به عادت میگن الله اکبر. گفتم نگید الله اکبر نیست، مسیح اکبر هستش، مسیح برتره، یهوه برتر هستش. حضرت داوود در مزمور 72 آیه 18 میگوید متبارک باد یهوه خدا، خدای اسرائیل. اسرائیل پسر کی بودش؟ پسر ابراهیم بودش، نه؟ پسر اسحاق بودش. خدا خدای اسرائیل. چرا خدای اسرائیل؟ چون او خودش رو در این قوم آشکار کرد. چون خدا او به ابراهیم گفتش که از نسل تو فرزندان قومی به دنیا میاد. خدای اسرائیل. و اگر کسی میگه مقبر اسرائیل، در واقع داره به خدای اسرائیل که یهوه است میگه مقبر اسرائیل. این گناهی است که ملت ما 40 سال دارن میکنن. میگوید متبارک باد یهوه خدای اسرائیل. تنها اوست، تنها کی؟ تنها یهوه، تنها اوست که کارهای شگفت میکند. هللویا. امسال سال چیه؟ سال شگفت انگیز بودن هست، خدای شگفتی ها. دیشب به یک خادمین که با یک خانمی تشریف آورده بودن، دوستان، گفتم که خدا این پیغامو داد هفته گذشته، من نمیستم، من اولین نفرم که شگفتی خدا رو میبینم. وقتی دکتر اتحاد اومد پیش نازنین آزمایش امارای چک کرد، گفت شانس آوردی شوهرت نمرده، دو لکه خون تو مغزش پیدا شده که او بعد مرده باشه. گفتم ما شانس نداریم، ما در مسیح ایمان داریم به خدای ما که قادر مطلق هستش. هللویا. کارهای شگفت میکنن. عزیزان این کارهای شگفت انگیز رو به زندگیتون بپذیرید. در گوشه گوشه خونتون، در اتومبیل اگه دارید، اگر در محل کاره، اگر در خدمتتونه، کارهای شگفت انگیز رو بپذیرید. بگید اتفاق میفته چون خدا گفته، نه الاتا، چون خدا گفته.
داوود در مزمور 98 آیه 1 می‌فرماید برای خداوند سرودی تازه به سر آید زیرا کارهای شگفت‌انگیز کرده است. دقت کنید، خادمین خدا اینو اعلام میکنه، خدا کارهای شگفت‌انگیز کرده، خدا کارهای شگفت‌انگیز میکند. ها، پس به این میگیم کلام ایمان، به این میگیم باور بر خدایی که در مسیح آشکار کرد که او عمل میکنه، در مسیح نشون داد که فقط حرف نیست، فقط شعار نیست، فقط یک چیز پیغام علکی نیستش، او کارهای شگفت‌انگیز کرده، کارهای شگفت‌انگیز میکند. آمین. میخوام آیاتو بنویسید، پیامو بنویسید، اینجا بنویسید خیلی خوبه، ولی برای خودتون دریافت کنید، برای خودتون بنویسید، بگید خداوند اینو به من میگه. ها، موسی و قومی که وی با جلال و معجزه عجیب از دریای سرخ عبور کرده بودن این را دیدن. از این جهت موسی در برابر یهوه زانو میزنه، مرد خدا زانو میزنه، و در کتاب خروج باب 34 آیه 10 اینو میگه. بنویسید خروج 34:10. خدا به موسی میگه، البته اینک عهدی میبندم، من در برابر تمامی قوم تو عجایبی خواهم کرد. ای خداوند، اینو برای ایران اتفاق بیفته، عجایبی خواهم کرد که تا به حال در میان هیچ قومی در تمام جهان رو نداده است، قومی که تو در میانشان ساکنی، جملگی کار خداوند را خواهند دید، زیرا کاری که با تو میکنم کاری مهیب است. آمین آمین. قوم تو خواهد، دقت کنید چه قشنگ میشه، این عزیزانی که در این 40 سال افسرده هستن، در مواد مخدر اسیر هستن، ازدواجشون رو به خرابیه، کارهای عجیب او رو ببینن. نه، چقدر قشنگه اون کسی که مشکل مالی داره یه ناگهان بمیره. ما دیدیم در طی این 24 سالی که در آمریکا هستیم، بارها دیدیم، یک بار یک زوجی اومدن منزل ما و یک عزیز سفارش کرد برید اونا رو بردارید بیارید، زیاد دیتیلش رو نمیگم به شما، و وقتی خونه ما اومدن قرار شد که اقلا اون روز بمونن خونه ما با چمدون و بچه کوچیکشون، هم همین خونه که الان هستیم. و بعد این خانم وقتی چمدون رو واکرد، ناگهان به شوهرش گفت فلانی نگاه کن تو چمدونمون $300 پوله. اصلا باورشون نمیشه که خدا داره شگفتی میکنه. من دیدم اینا رو، من دیدم چطور تا آخرین لحظات خداوند معجزات کرده، خداوند کارهای شگفت انگیز میکنه، و و و و و جا نداره کلام بخوام اینا رو بگم. عزیزای مختلفی، شبانای مختلفی وقتی اومدن ملاقات من توی هفته و اعلام کردم که خدا گفته که امسال کارهای شگفت انگیز میکنه، گفتن امسال در کلیسای ما سال معجزات هستش. من میخوام به جای اینکه حالا به ایشون فکر کنید یا به بنده، این شگفتی ها رو بپذیرید. میتونید بپذیرید؟ بگید الان با زبان ایمان، بگید خداوندا سال شگفتی رو برای زندگی خودم، خانوادم، بچه‌هام، همسرم، پدر مادرم، تمام ایران دریافت بکنم. بگید با زبان، بگید، منتظر نشید فقط من بگم، من این کارو میکنم، دریافت بکنم. آمین. هللویا هللویا. خدا رو شکر برای جای نام خداوند. امسال سال شگفتی است. من این فیلمو میذارم در شبکات اجتماعی نگاه کنید. حالا لازم هم نیست حتما نگران باشیم که ایشون چی گفته، ولی امسال سال شگفتی ها خواهد بودش. اگه به خاطر داشته باشیم در پیام هفته دو هفته پیش در واقع که در خصوص میلاد مسیح گفتم، از نبوت اشعیای نبی در فصل 9 که در آیه 7 میگه خدای ما خدای شگفت انگیزی صحبت کرد. اگه این پیام ندیدی در یوتیوب من برید نگاه کنید به نام ایواغستانی، یا در کانال تلگرام، در همه جا هست. این اینستاگرام متاسفانه نمیشه خیلی چیزا رو گذاشت، ولی راجع به این صحبت کردم، گفتم خدا عیسی مسیح نبوت اشعیاییه که عیسی مسیح خدای شگفت انگیزی است. بنابراین این رو در کلام خدا میبینیم. وقتی اشعیا میگوید که خدا خدای شگفت انگیزی است، ما اینو در زندگی او میبینیم. مثلا همه ما میدونیم که عیسی مسیح در تولدش، در تجسمش بسیار شگفت انگیز عمل کرد، به عقل خیلی ها نمیرسه. خود ما هم که قبل از که به مسیح ایمان بیاریم شاید این شک و شوبر داشتیم که مگه میشه از این دختر باکره یک کسی به دنیا بود، و بعد جلوتر مگه میشه خدا انسان بشه و غیره و ذلک. ولی شگفتی خدا را ما در این تولد ببینیم. جالبه، بعضی فکر میکنن که تولد عیسی مسیح در
آخر ضعفه، اون شگفتیه. برعکس نگاه کنه، شگفتی هستش، او در آخر به دنیا میاد. همه جا خدا حضور داره، در عمق دریا، در اوج آسمان ها، در همه جا، همین جا الان هست، پیش شما هستش. بنابراین ولی خدا به طور شگفت‌انگیزی عمل میکنه، او در یک آخری به دنیا میاد. لوقای طبیب در فصل 2 آیات 42 تا 47 و 47، اینم دو روز پیش که خادمین اومد گفت اینو موعظه کرده و بعد من نوشته بودم، این موعظه هفته پیش منه. انجیل خودش ثبت میکنه که مریم مادر عیسی مسیح، همسرش یوسف، از سخنانی که مردم در مورد عیسی مسیح نوجوان، نه 12 سالش بود، گفته بودن شگفت انگیز شگفت زده میشن. یه بچه 12 ساله چنان تعالیم میده که در برابر تمام ربایا، معلمین و فریسیان کاتبین گردن کلوف که در اون زمان بودن، مردم به شگفتی برمیگردونه. اونا به پدر مادرش نگاه میکنن، به مریم، به یوسف، نمیستن که یوسف پدرش هستش، به اون نگاه میکنن میگن عجب سخنانی گفت، این کیه دیگه؟ ما امروز میگیم این کیه دیگه، نه؟ شگفت انگیز در 12 سالگی. ما امروز میدونیم تعالیم عیسی مسیح بسیار شگفت انگیز هستش. و بعد میگوید که مردم کلام این بچه نوجوان رو که با اقتدار صحبت میکرد رو دیدن، که کلام اون شگفت انگیزه. باشه که ما امسال اگه عمری داریم، سال 2020، کی فکر میکرد 2020 ما زنده باشیم؟ به در افرادی که تو سن من هستن، من هفته پیش 52 سالم شد، بریم به بقیه بگیم که خدای ما تعالیمش شگفت انگیزه، حتی در 12 سالگی، حتی در نوجوانی، حتی در سالهای بعد. متی باب 5، باب 6، باب 7، سراسر انجیل یوحنا و آیات دیگه در انجیل دیگه، تعالیم او شگفت انگیزه. مردم این اقتدار رو در کلام عیسی دیدن. خیلی ها حرف میزنن، بعض از اونا شعار میدن و از این دنیا میرن، بعضی هم در حینی که شعار میدن هیچ چیزی از دستشون بر نمیادش، ولی خدای ما تعالیمش و سخنانش با اقتداره. تعالیم موسی با اقتدار نبودش، گرچه او 10 فرمان میده. تعالیم داوود با اقتدار نبود، اگرچه امروز ما تعالیم داوود رو میشنویم و برکت میگیریم، ولی تعالیم خداوند ما عیسی مسیح با اقتداره. او در تعالیم شگفت انگیز هستش. هللویا، هللویا. امسال که انجیل رو میخونید خط بکشید زیرش، جدا بنویسید در یک کاغذ دفتری و شگفتی های خدا رو از خواندن کلام خدا دریافت کنه. لوقا در فصل 5 میبینه وقتی افیجی رو که دوستانش نتونستن به اون اتاق وارد بکنن که عیسی داشت صحبت میکرد، سقف رو باز کردن و حالا احتمالا حسیر بوده یا چوب بوده، باز کردن و این افلیج رو از بالا آوردن پایین و به عیسی گفتن که عیسی شفاش بده. ولی کلام خدا خیلی جالب میگه، در لوقا فصل 5 میگوید که عیسی به این شخص که چند دقیقه فقط داریم، حالا شما فکر کن سقف اینجا الان باز بشه، یه افلیج رو بفرستن پایین، نه یه آدم سالم، عیسی مسیح در برابر اون هم آدمی که اونجا بودن میگه گناهانت آمرزیده شده و میبینیم که عیسی او رو شفا میده و همه شگفت زده میشن. نه فقط او تعلیم میده، بلکه در بخشیدن. از عیسی از کجا میدونست اون شخص گناهکاره؟ همه بیماری از گناه نیستش، همه اتفاقات تلخ از گناه نیستش، ولی عیسی گناهان او رو میبخشه و شفا میده. علامت این که تو بخشیده شدی در واقع شفای اون افلیش هستش. 4 انجیل از اعمال عجیب عیسی سخن میگن، شفای بیماران لاعلاج، اخراج ارواح، تعالیم عجیب و زندگی متفاوت او که همگان رو در شگفتی وا میداره. اگه بخوام صحبت کنم، کلام خدا به ما نشون میده که مرگ و قیام عیسی مسیح شگفت انگیزه. مگه میشه خدا رو مصلوب کرد؟ عجب خداوندی هستی که اجازه میدی من گناهکار، منی که تو منو آفریدی، تو رو مصلوب کنم. این شگفت انگیز بودن اون هستش. و نه فقط همین، بلکه روز سوم که از مردگان برمیخیزه، به 500 نفر اقلا خودشو نشون میده، به شاگردان، به خانوم و آقایون، مرقس که کوچیک بود. این شگفتی خداوند ماست که او
مرگ و قیامش در شگفت‌انگیز هستش و عجیب و غریب هستش. تعالیم عیسی مسیح، تعالیم رسولان مثل پولس، مثل پتروس، مثل یوحنا به ما نشون میده که خدای ما خدای شگفت‌انگیزی هستش. اگه بخوام ادامه بدم، در کتاب مکاشفه ما میبینیم که خدای ما چقدر شگفت‌انگیز آسمان رو برای ما ترسیم میکنه. زمین آسمان، جایی که من و شما میریم دیر یا زود میریم به فیض خداوند، میگوید که طلا هستش. حضور خدا، خیمه خدا با آدمیان، و چقدر قشنگه نه؟ شگفت‌انگیزه. این خدا رو معرفی کردن ارزش داره، این خدا رو برای زندگی کردن ارزش داره، این خدا رو که با پول و ثروت و دارایی و انرژیمون او را خدمت کردن ارزش داره. اگه شما با پولتون، با داراییتون، با امکانات که دارید او را خدمت نمی کنید، کلا سرتون میره، کلا سرتون میره، چون او لیاقت داره. اجداد ما در ایام کریسمس که ما جشن میگیریم، اجداد ما از ایران با اسب و الاغ و پای پیاده کیلومترها را اومدن تا عیسی را ببینن. اما چی برای عیسی آوردن؟ برای عیسی طلا و جواهر و عطر و چیزهای گرانبها آوردن. اونها هنوز مسیح نشده بودن، ولی فکر میکردن و میدونستن که اگر به حضور خدا میرن، حضور کسی که فرشتگان به اونا گفته بودن که برید تا او را ببینید، هر جایی که ستاره وایساد، میرسه ارزش داره که بهترین ها رو ببینن. من منتظر اون روزی هستم که برمیگردم ایران، کلیسایی که ما قائم داشت بهترین چیزها رو در شأن خداوند و کلیسای او خواهد داشت. بهترین صندلیا، بهترین نور، بهترین ساوند سیستم، بهترین لوستر. من دوست دارم کلیسایی که داریم لوستر داشته باشه. پس به بهترین نفع، ولی به زندگی خصوصی خودمون، چی رو به خداوند میدیم که شایسته است؟ این اتفاق به زودی میفته. خیلی صبور هستید. امیدوارم که نوشته های این رو ببینید. خواهد به حال کاری که من دستم برمیاد میتونم انجام بدم، ولی این فیلم رو هم براتون میذارم در کانال تلگرام، اونجا حتما دریافت کنید. در واتساپ ما میذارم و در شبکات اجتماعی میذارم. آقای بنیهین که بنده ایشون رو از نزدیک دیدم و با هم به اسرائیل رفتیم به یک سفری، من باشون ارتباطی ندارم، ولی این فیلم یک ساعت قبل از که جلسه شروع بشه به دست من رسید. Here's what I feel in my soul, and I've been feeling it especially the last few days, and I want you to pray that God will do this one thing. What's happening now inside Iran may very well be the beginning of the downfall of the present regime. I've been feeling it for the last week. Now, I don't know how long before revival, true revival, there's no doubt, is coming to Iran. I am here to declare under the anointing, the present regime will collapse. And the church in Iran will be free to hear the gospel. And I don't know. I don't know if I will be alive to see it. But I know some of you young people are going to preach the gospel in Tehran, Iran. I know it. Prepare yourselves to preach the gospel. Today, the greatest move of God in the Muslim world is happening inside Iran. Any here from Iran? Anybody here from Iran? Where are you? Come here.
Anyone from Iran, come here quickly. I want to talk to you. Come, run, come. Do you know that the greatest move of God is happening inside your country right now? I just read and I heard from David Curry and others that the greatest move of God is happening today in Iran. The largest church in the Muslim world today is in Iran. I made a mistake years ago. When I lived here in Orlando, I got up and I said publicly that there's no move of God in Iran. I said that in the 80s, how wrong I was. I happened to be in Melbourne, Australia. And the head of the church in Iran came to see me. He said, Pastor Benny, I came all the way from Iran to tell you, you are wrong. As I said, no move of God in Iran. He came and said, I came all the way to tell you, you are wrong. He said, I am the head of all the churches in Iran. He said, they just killed my brother. He was the head of the Pentecostal movement inside Iran. And he came to tell me, you're wrong. Don't say it again. I said, never again will I say those words. And now I'm hearing your country is experiencing protests. Hundreds and hundreds in the thousands of people are rioting the streets. And I'm hearing something remarkable. That the greatest move of God today is in Iran is with women. Women. Did you know that? So I'm going to ask you, girl, to pray for the women of Iran. Sit down here before you fall down. You promise to pray for the women of Iran, and you pray for the men and the women. You go sit down. I pray for you later. Go sit down. But I must talk to you about this because these are happening now. I can't let you go home without asking you, begging you to pray for Iran. Disconnect from the world. You don't belong here. You're a heavenly people, not an earthly people. Your citizenship is in heaven. Three things. Live holy. Don't let the world into your life ever again. Two. Looking on to. Let your vision now become heavenly. And be obedient to that vision, like Paul said. I was obedient to that vision. Yeah. And thirdly, be active. Preach the gospel. پیغام قشنگیه نه؟ دریافت کنیم. کلیسا این چیزها رو باور میکنه چون کلیسا با ایمان عمل میکنه. ایشون میبینه وضعیت آینده ایران رو اعلام میکنه و این دیدگاه مردم ایماندارای خارج از کشور هستش. من متاسفم برای کسایی که به ضد آمریکا توهین میکنن و این جوانهای زیبا که اینجا نشستن. برده بنهیم بهشون میگه به زودی شما برید ایران و خدمت کنید. من میخوام از اینا سبقت بگیرم زودتر بیام به خدمت کنید، چون بزرگترین بیداری در ایران داره رخ میده. من میگم چون گاهی وقتا ما اخبار رو نگاه میکنیم مایوس میشیم، هواپیما افتاد، چه تاسفم داره، نمیدونم جوونا کشته میشن و غیر از ذلک، ولی کلام خدا قبلا سرنوشت ایران رو مشخص کرده. خدای ما قبل از هر چیزی اعلام کرده. ایشون نمیدونست، منم نمیدونستم که امسال خدای شگفتی یا کارهای شگفت انگیز میکنه. ولی دوستانی که تازه ایمان آوردید، من یادمه سالا قبل یک شبه کمونیست کلپس کرد افتاد، یک شبه وقتی نخست وزیر رومانی از ایران برگشت او را گرفتن اعدام کردن، کمونیست از بین رفت. امروز در رومانی کلیسای خداوند رشد میکنه. من دعا میکنم در این روزهایی که ما نزدیک میشیم به کار اساسی خدا و اصلی خدا، اگه کسی در این جمع هست یا بعدن این فیلم میبینه
بعضی خوششون نمیاد از ما این حرفا رو میزنیم. واقعا قبل از که دیر بشه توبه کنید، توبه کنید، توبه کنید. روز گذشته گفتم توبه کنید. نوح 120 سال موعظه که گفت توبه کنید، مردم مسخرهش کردن، بهش فحش دادن، خندیدن، حرفای رکیک زدن، ولی نوح گفت توبه کنید. من نوح نیستم، من لاتان هستم، ولی وقتی میگم توبه کنید، چون میدونم کسی در برابر خدا بیفته نابود میشه، در برابر خدا بیسته نابود میشه. شما نمیتونید به ضد کلیسای او، به ضد خادمون رو بیستید. چقدر دردآوره که هفته گذشته به قبر کشی سودمند هم حمله کردن، شما رو کشتید. بعد از سودمند من دیده بودم، مرد بسیار فروتن، او رو کشتید و نه فقط او رو در لعنت آباد دفن کردید، بلکه حالا اون سنگ قبری هم که سنگ نیستش تازه نابود کرد. چرا میترسید؟ چرا ضد کلیسا هستید؟ توبه کنید. چرا رامیل جوان رو زندان میبرید؟ مردی که فقط به چند نفر مسلمان بشارت داده، شاید با اونها دوستی کرده، در یک پیکنیکی بودن. چرا پدر مادرش و کشیش ویکتور، کشیش شامیران و دابلینو رو اذیت میکنید؟ چرا بعد ویکتور در خانه نشوندید؟ فکر نکنید که در رأس قدرت هستید همه چی جلو میره. خدای ما خدای شگفت انگیزیه و نه فقط در این دنیا ضربه میخورید، بلکه ابدیت رو در جهنم خواهید بود. عزیزانی که همکاری میکنید به خاطر مصلحت های روزگار، من در سفر قبلیم در ترکیه خانم محترمی با روسری اومد در سمینار ما بود و برام مشکوک بود چرا ایشون با روسری داره میاد به کلیسا و اینها، و بعد پرسیدم، گفتن ایشون بچه هاشون ایماندار هستن، خودشون هم هفته پیش ایمان آوردن. و ها روز دوم سمینار اومد پیش من، به من گفت برادر الناتان، من جز و اون خانمایی هستم که شوهرم رو از دست دادم و دولت ایران من پول میده که برم تظاهرات، دولت ایران من پول میده که برم تو حرم امام رضا این ور اون ور گریه کنم. نکنید عزیزان. ایشون توبه کرد، با هم دوست شدیم، قرار شد که به حال برایشون در دعا باشیم. از اینا زیاد هستن و دل آدم میشکنه. سوء استفاده کردن از مردم ما، از مردم ساده و محتاج ما. مردم محتاج کردید، حالا با پول میفرزیشون برن شعار بدن، زیر دست و پا له بشن، از بین ببرن. این از شیطان، این از خدا نیست. توبه کنید. خدای ما کارهای شگفت‌انگیز خواهد کرد. عرض کردم که گواهی کارهای عظیم خداوند همه ما را شگفت‌انگیز کرده. تبدیل زندگی افرادی که در کاملا در گناه غرق بودن، مثل مریم، مثل مریم مجدلیه، مثل بسیار افرادی که نزد اومدن، افرادی مثل من و شما، شفای بیماران لاعلاج، نشون میده خدای ما شگفت انگیزه. خدای ما شگفت انگیزه. مادر من از سرطان رحم شفا پیدا کرد. من دیدم مادر من که 7 دکتر بهش گفتن دیگه خوب نمیشی، امروز میبینه، امروز میبینه خیلی بهتر شده و مسیح شفاش داده و من ایمان دارم که خدا همه خود میتونه عمل کنه. خود من الان نباید اینجا باشم، شاید نمیدونم، میگفتید بعد الان جاش خالیه، ولی خدا کارای شگفت‌انگیز میکنه، آزادی از بندها. دیدم کسی که 21 سال زندگیش در زندان بود به خاطر فروش مواد مخدر و استفاده از مواد مخدر، چطور تبدیل شد به خادم خدا. دیدم افراد ناپاک رو که زندگی نامقدسی داشتن، خانم هایی که، آقایانی که زندگی ناپاک می‌کردن. یکی این سفرها یک برادری اومد پیش من، گفت برادر الناتان، من خیلی آدم کثیفی بودم، هر روز با یک خانم بودم، هر روز، امروز داره خدا رو خدمت میکنه، خدا رو دوست داره. کارهای خدای ما کارهای شگفت انگیزی هستش. شفای روابط میکنه خداوند، نه فقط آزاد میکنه از بندها، بلکه شفای روابط. دیدم که در هندوستان وقتی کلیسای افغان داشتیم، دو برادر افغان، اسمشون نمیگم، در فیسبوک من تشریف دارم، آمد یه روز یکی اینا گفت برادر الناتان، اگر من مسیحی نمیشدم، عیسوی نمیشدم، اولین کاری که میکردم این برادر رو میکشتم. دیدم خدا چجوری روابط رو شفا میده. خدای ما شگفت انگیزه. شفای ازدواج هایی که رو به خرابیه، دیدم که خداوند ازدواج های رو به خرابی رو شفا میده. خدای ما خدای شگفت انگیزی است. خدای ما نه فقط 2000 سال پیش عمل میکرده، امروز هم عمل میکنه. ارزش داره با چنین خدای زندگی بکنیم.
ارزش داشته خدای رو خدمت بکنیم. اما در آخر قبل از که جلسه تمام بشه میخوام بگم وظیفه و رسالت کلیسا در قبال خدای شگفت‌انگیز چی هستش. ما یه وظیفه داریم، ما نمیتونیم فقط از خدا انتظار داشته باشیم کارهای شگفت‌انگیز میکنه. در اول تواریخ باب 16 آیه 24، اول تواریخ باب 16 آیه 24 میگه جلال او را در میان امتها بازگو کنید، در میان ایرانی ها بازگو کنید، اعمال شگفتش را در میان همه قوم ها، آذری ها، بلوچ ها، گیلکی ها، کرد ها، لور ها، بلوچی ها اعلام کنید. این وظیفه کلیساست که بیاد کارهای شگفت‌انگیز رو اعلام کنه. ما یک برنامه داریم به نام ذکر اعمال عظیم خدا. اگر خدا در زندگیتون کاری میکنه، کسی میشناسید که مسیح در زندگیش کاری کرده، برای من بفرستید، میدم بعد نیما ضبطش کنه. خیلی ممنون نیما جا، با اینکه پناهنده هستی و مشکلات مالی دارید. دیروز گذاشتم فیلم نیما رو که چگونه وقتی سکته کرده بود. عزیزم، خداوند در همین جلسه کلیسای سفیران مسیح چشماشو صاف کرد. فیلمش در یوتیوب، در فیسبوک دیروز گذاشتم و بدنش رو سمت چپش رو شفا داد. امروز داره رایگان داوطلبانه با ما همکاری میکنه. چند وقت پیش تلفنشون خراب شده بود که با اون فیلم برداری میکردن، با اون وضعیت مالی و شرایط پرندگی رفتن یک تلفن دیگه خریدن کار رو بهتر بکنن. دیدم آدم ها رو که چگونه خداوند زندگیشون رو برکت میده. و از خدای ما خدای شگفتی هستش، خدایی که سار رو میخواد شگفت انگیز کنه. اما آیا حاضر هستی شگفتی خدا رو دریافت کنید؟ آیا حاضرید که با من شاهد کارهای شگفت‌انگیز خدا در ایران باشید؟ آیا دریافت میکنید معجزه خودتون رو؟ یا جزو اون افراد هستید که میگه این چیزها حقیقت نداره؟ دعوت بکنم شما رو که به نام عیسی مسیح دست خودتون رو بلند کنید، بگید خداوندا من کارهای شگفت‌انگیز تو رو دریافت بکنم، چه برای زندگی شخصیم، چه برای ایران عزیز، چه برای قومم، چه برای فامیلم، چه برای دوستانم، چه برای اونه که نمیشناسن و در مشکل هستن. متشکریم ای خداوند، شگفت انگیزی. متشکریم که تو قادر هستی، متشکریم که تو توانا هستی، متشکریم که تو مایل هستی. ما بارها گفتیم در این کلیسا که خدا با گناه مشکل داره، نه گناهکار. پس من دعا میکنم ای خداوند عزیز، این خواهر، این برادر عزیز که الان انتظار معجزه داره در زندگیش، یک شگفتی رو به چشم منتظر هسته، خداوند در زندگیش خداوند عمل کنه. با صدها و بعد که بیشتر هزاران هزار ایماندار ایرانی و غیر ایرانی متحد بشیم ای خداوند و اعلام میکنیم که امسال سال شگفت‌انگیزی برای ایران و ایرانی خواهد بود، سال شگفت‌انگیزی برای افغانستان خواهد بود. کارهای شیطان باطل شده و کارهای خدا آشکار خواهد شد. تو شکر بکنیم ای خداوند عزیز. متشکرم که عمری دادی، انرژی دادی که بتونیم این جلسه رو تا آخر داشته باشیم. کلام تو بی برکت بر نمیگرده، هر جایی که بره با ثمر برمیگرده ای خداوند. دعا میکنم این کلام با ما باشه، با زندگی ما، با عیزان ما. الان فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با همه ما باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین. دوستتون دارم. به فیض خدا در طول هفته دیگه سعی میکنم با شما در ارتباط باشم. در کانال های ما در تماس باشید.